چطوری بیتکوین بخرم. بعد از اینکه با ارزهای دیجیتال آشنا شدید، احتمالاً قدم بعدیتون خریدن اونه. توی این ویدیو من سعی میکنم به زبون ساده بهتون یاد بدم که چطوری ارز دیجیتال بخرید و بعدش چطوری ازش محافظت کنی. برای مثال من از بیتکوین استفاده میکنم، ولی با همین روش شما میتونید هر ارزی که دوست دارید رو بخرید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. دیگه به احتمال زیاد همتون میدونید که ارزهای دیجیتال شکل فیزیکی ندارن و کاملا دیجیتال منتقل میشن. پس برای خریدشون هم نیازی نیستش که حتما حضوری این کارو انجام بدید و معمولا این کارو به صورت آنلاین انجام میدن. سوالایی که معمولا برای تازه‌کارا مطرح میشه اینه که برای خرید ارزهای دیجیتال حتما باید چند هزار دلار داشته باشیم تا یه واحد کامل بیت کوین بخریم؟ نه، اصلا اینجوری نیستش. این ارز تا 8 واحد اعشاری تقسیم میشه و شما میتونید به هر اندازه‌ای که دوست دارید خرید کنید. مثلا 100 هزار تومان، 1 میلیون تومان، هر مبلغی که خودتون دوست دارید. امترین راه خرید ارزهای دیجیتال وبسایت‌های رسمی صرافی‌های ارز دیجیتاله. با اینکه شما میتونید برای خرید از روش‌های دیگه هم استفاده کنید و اون رو از افراد هم خرید کنید، ولی همچنان امترین راه خرید، خرید از صرافی‌های ارز دیجیتاله و به دلیل تراکنش‌های نیمه ناشناس، خرید ارز دیجیتال در شبکه‌های مجازی و آدم‌هایی که خوب نمی‌شناسیمشون ریسک خیلی زیادی دارن. پس دقت کنید، اگه داخل ایران زندگی میکنید میتونید برید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال و خیلی راحت با استفاده از کارت بانکی خودتون ارز مورد نظرتون رو بخرید. اگر هم که خارج از ایران زندگی میکنید، برای خرید ارز دیجیتال با کارت اعتباری و یا حساب خودتون به یکی از صرافی‌های دیجیتال مراجعه کنید. تو ادامه ویدیو توضیحات بیشتری براتون آماده کردم که به وقتش بهتون توضیح میدم. تو این قسمت ویدیو هم میخوایم یاد بگیریم که چطوری با حساب بانکی خودمون ارزهای دیجیتال خرید کنیم. برای خرید ارزهای دیجیتال از یک صرافی فقط باید چند کار خیلی راحت رو انجام بدیم. اولین قدم نصب کیف پول ارزهای دیجیتاله. توی قدم دوممون هم باید یه صرافی معتبر رو انتخاب کنیم و برای مرحله سوم هم باید احراز هویت خودمون رو با مدارک شناساییمون انجام بدیم. تا به مهمترین قدم و چهارمین قدم، یعنی خرید ارز دیجیتال مورد نظرمون و انتقال اون به کیف پول خودمون برسیم. این کل کاری بود که باید انجام میدادیم. حالا هر کدومو به ترتیب براتون توضیح میدم. قدم اول چی بود؟ نصب کیف پول. قبل از اینکه بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای بخرید، باید بدونید که برای نگهداریش نیاز به یک کیف پول دارید. کیف پول رو به چشم یک حساب بانکی ببینید که فقط از اون میتونید دریافت، ذخیره و ارسال ارزهای دیجیتال خودتون رو انجام بدید. کیف پول ها انواع زیادی دارن، مثل کیف پول نرم افزاری که به صورت کاملا رایگان روی گوشی های اندروید و iOS میتونید نصبشون کنید و حتی روی انواع سیستم عامل های کامپیوتری شخصیتون هم میتونید نصبشون کنید. بعضی از این کیف پول ها هم تحت وب عمل میکنن و با مرورگرایی مثل کروم و بقیه اونا میتونید به کیف پولتون وصل بشید. حالا کیف پولای سخت افزاری هم هستن که امنیت بیشتری دارن و به شکل فیزیکی و تو انواع مختلف توی بازار وجود دارن و میتونید بخریدشون. برای شروع میتونید از نرم افزارهای اتمیک والت یا تراست والت استفاده کنید. اتمیک والت رو هم میشه روی موبایلا و هم روی تبلت ها نصب کرد و هم روی سیستم عامل های کامپیوترتون، ولی تراست والت فقط روی موبایل نصب میشه. بجز این دوتا ما خیلی کیف پولای دیگه ای داریم که اگه براتون جالب بود توی قسمت کامنت همین ویدیو بگید تا یه ویدیو مجزا براتون در موردشون درست کنم. تا یادم نرفته اینم بگم که دانلود نرم افزارهای کیف پول کاملا رایگانن و حتما مطمئن باشید که از منابع مطمئنی مثل اپستور یا گوگل پلی یا وبسایت رسمی خود کیف پول اونا رو دانلود کنید که پولتون و سرمایه‌تون به خطر نیفت و خدای نکرده هک نشید. برای دریافت بیت کوین و کریپتوکارنسی های مد نظرتون، اولین کاری که باید بکنید اینی که آدرس کیف پول اون ارز رو زمان خرید ارائه بدید که مثل شماره حساب بانکی میمونه که توی قسمت دریافت کیف پولتون میتونید اون رو کپی کنید.
دوستان حتما میدونید که تو دنیای بیت کوین و ارزهای دیجیتال مسئولیت نگهداری از داراییاتون با خودتونه و تراکنش های ارزهای دیجیتال به صورت نیمه ناشناس انجام میشن و البته برگشت ناپذیر و اگه خدایی نکرده ازتون دزدی یا کلاهبرداری کنن پیگیری کردنش یکم سخت میشه یا حتی اگه به هر دلیلی کیف پولتون رو از دست بدید خیلی راحت با بکاپش میتونید اون رو برگردونید و اگر اون رو داشته باشید باید برای همیشه با ارزتون خودبسی کنید. پس یادتون نره که حتما از کیف پول خودتون نسخه پشتیبانی یا همون بکاپ رو داشته باشید. حتی اگه الان از کیف پولی استفاده میکنید که کد بکاپش رو ندارید تو اولین فرصت کیف پولتون رو عوض کنید. معمولا کیف پولا برای بکاپ یه مجموعه 12 یا 24 تایی از کلمات انگلیسی میدن که باید حتما اونا رو روی کاغذ بنویسید و یک جای امن مثل گاف صندوق خودتون نگه دارید و به کسی ندیدشون تا اگه به مشکلی خوردید خیلی راحت سرمایه‌تون از دست ندید و خیلی راحت با استفاده از کد بکاپ میتونید به سرمایه‌تون برسید و اونا رو برگردونید. حالا اگه کیف پولتون توی کامپیوتر هستش حتما به فکر آنتی ویروس معتبر باشید، نه نسخه های کرک شده، و همیشه هم آپدیت باشید و لینک های ناشناسی که از طرف افراد مختلفی براتون میاد و باز نکنید. و نکته امنیتی آخر اینه که همیشه وقتی میخواید ارزی رو جابجا کنید آدرس ارسالی ارز خودتون رو چک کنید. همون 4 رقم اول و 4 حرف آخر کافیه، چون بعضی از بدافزارا هستن که لحظه ارسال ارز دیجیتال آدرس دریافت کننده رو تغییر میدن. پس با این چک کردن 4 رقم اول و آخر دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد و خیلی راحت از داراییتون حفاظت کردید. اگه مبلغی که برای سرمایه گذاری دارید بالاست، پیشنهاد میکنم که کیف پول سخت افزاری بگیرید. حالا میتونید لجر یا ترزورس بگیرید که از بهترین کیف پولهای سخت افزاری تو بازارن. تو قدم بعدیمون میرسیم به پیدا کردن یک صرافی معتبر ارزهای دیجیتال. شما میتونید ارزهای دیجیتال رو از همه بخرید، ولی معتبرترین راه خرید ارز دیجیتال از صرافی‌های معتبر اونه، نه توی شبکه‌های اجتماعی. حالا میرسیم به این که اصلا چطوری میتونم با حساب بانکیم ارز دیجیتال بگیرم. اگه خارج از ایران هستید که چند لحظه دیگه صبر کنید، ولی اگه داخل ایران هستید باید بدونید که با حساب بانکی خودتون میتونید مستقیم ارزهای دیجیتال مد نظر خودتون رو بخرید. فقط کافیه توی گوگل سرچ کنید خرید بیت کوین یا خرید ارزهای دیجیتال. اون موقع میبینید کلی سایت صرافی ارز دیجیتال بهتون پیشنهاد میشه، ولی از معتبر بودن اون صرافی‌ها مطمئن بشید که با چک کردن آدرس، شماره تلفن و سابقه فعالیت اون صرافی اطمینان پیدا میکنید و میتونید خیلی راحت با اون کار کنید. میرسیم به خرید ارزهای دیجیتال خارج از ایران با کارت‌های اعتباری و ویزا کارت و مسترکارت، پیپر، وبمانی و کلی روش رایج خرید دیگه که متاسفانه به دلیل تحریم‌ها کسایی که توی ایران هستن از این روش‌ها محرومن. شما میتونید خیلی راحت با استفاده از یکی از روش‌های پرداختی که بهتون گفتم از صرافی‌های مختلفی مثل بایننس، بیت استمپ، کوینکس و کلی صرافی معتبر و جهانی دیگه خرید کنید. اینم بدونید که تو هر کشوری که زندگی میکنید معمولا یکی از روش‌های خرید محبوب تره. پس پیشنهاد میکنم شما هم از همون روش استفاده کنید که خیلی ساده با یک سرچ کوچیک از توی گوگل میتونید به جواب این سوال برسید. فقط کافیه سرچ کنید که مثلا چجوری تو آلمان بیت کوین بخرم یا مثلا ارز دیجیتال بخرم. بعدش بهترین و سریع‌ترین روش رو انتخاب کنید. اگه زمانی هم نیاز پیدا کردید که ارزهای دیجیتال خودتون رو به همدیگه تبدیل کنید، اینطور وقتا اگه داخل ایرانید و حتی ویزا یا مسترکارت هم نداشته باشید، چه بخواید چه نخواید مجبور میشید که به صرافی‌های ایرانی برید و تتر یا ارز دیجیتال دیگه ای رو بخرید و اون رو به حساب بایننستون ارسال کنید. اینم یادتون باشه که چون ما تحریم هستیم خیلی از صرافی‌های بین‌المللی ممکنه حساب کاربری ایرانی رو مسدود کنن. پس حتما بعد از اینکه کارتون رو انجام دادید سرمایه خودتون رو به کیف پول خودتون برگردونید. پله بعدی که باید ازش عبور کنیم احراز هویت با مدارک شناساییه. توی بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال مخصوصا تو ایرانیاش بعد از اینکه ثبت نام کردید باید عکس مدارک شناسایی خودتون رو ارسال کنید تا احراز هویت بشید. حالا اصلا چرا باید احراز هویت بشیم؟
احراز هویت برای این انجام میشه که صرافی مطمئن بشه که همون شخصی هستید که ارز دیجیتال رو خریدید و با این کار جلوی کلاهبرداری و پولشویی رو تا حد زیادی میگیرن. تو بیشتر صرافی‌های ایرانی باید عکس مدارکتون رو مثل کارت ملی و شناسنامه رو برای صرافی بفرستید تا حساب شما تایید بشه، ولی بعضی از صرافی‌ها ازتون میخوان که با مدارک شناساییتون سلفی بگیرید و اون رو براشون بفرستید. ولی بیشتر صرافی‌های خارجی وقتی مبلغتون کم باشه احراز هویتی نیاز نیست، ولی اگر بهتون مشکوک بشن احتمالاً ازتون درخواست احراز هویت میکنن که معمولاً با پاسپورت انجام میشه و از اونجایی که ما توی دنیا اعتبار زیادی داریم و تحریمیم، با پاسپورت ایرانی نمیتونید این کار رو انجام بدید. برای اینکه بیشتر بدونید میتونید توی صرافی که توش دارید حساب باز میکنید هم روش احراز هویت و هم قوانین سایت رو بخونید. بریم سراغ قدم چهارم و قدم پایانی. تو بعضی از صرافی ها خریدار و فروشنده افراد حقیقی هستند که صرافی فقط نقش رابط رو بازی میکنه و از هر سفارشی یه کارمزد خیلی کوچیکی گیرش میاد، ولی تو بعضی از صرافی ها شما مستقیما با خود صراف معامله میکنید. یادتون باشه که بعضی از سایت ها ارزی که خریدید رو توی کیف پول خودشون نگه میدارن، پس برای امنیت بیشتر سرمایه‌تون حتما ارزتون رو به کیف پول اصلیتون انتقال بدید. حالا نوبت شماست که تو قسمت کامنت همین ویدیو سوالایی که تو زمینه کریپتوکارنسی یا بلاکچین دارید رو بپرسید. الانم چند تا از سوالایی که برای خیلی‌ها که تازه با دنیای کریپتوکارنسی آشنا شدن و مطرح میکنم و جوابشون رو میدم. من تو سوالا از بیتکوین برای مثال استفاده میکنم، ولی همونطوری که اول ویدیو گفتم این صرفاً یک مثاله و اکثر این جوابا در مورد اکثر ارزهای دیجیتال مشابهن. بیشترین سوالی که از من شده اینه که آیا خریدن بیتکوین قانونیه؟ توی جواب باید بگم که هنوز قانون مشخصی برای بیتکوین و ارزهای دیجیتال دیگه وجود نداره، اما خرید و نگهداری بیتکوین و بقیه ارزهای دیجیتال توی بیشتر کشورهای دنیا و البته خود ایران ممنوع و جرم نیستش. واسه همین الان خریدن بیتکوین مشکلی نداره، ولی اگر جرمی با اون پول انجام بگیره مثل پولشویی یا تأمین مالی تروریست، اون موقع دیگه اتفاقای خوبی نمیفته. بانک مرکزی ایران تو سال 96 یه اطلاعیه داد و گفتش که استفاده بیتکوین و ارزهای دیجیتال دیگه توی تمامی مراکز پولی و مالی کشور ممنوعه و استفاده یا خرید و فروش اونها توی بانک‌ها، مؤسسات مالی و حتی صرافی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارن رسما ممنوع شد. ولی این هیچ ارتباطی به مردم نداره و ممنوعیتی برای خرید و نگهداری بیتکوین و ارزهای دیجیتال دیگه وجود نداره و آزاده. حتی اگه خدایی نکرده مشکلی مثل کلاهبرداری یا همچین چیزایی برخورد کردید میتونید به پلیس فتا یا نیروی انتظامی شکایت کنید تا در حد امکان پیگیری کنن، چون به عنوان نهادهای امنیتی کشور میتونن که تا جایی که ممکن باشه پیگیری کنن و موظفن که با تکنولوژی و علم روز دنیا آشنا باشن و قانونی رو براش در نظر بگیرن. خب این بود از ویدیوی امروزمون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و از توش نکات جدیدی رو یاد گرفته باشید. فراموش نکنید که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و تو قسمت کامنت ها هم نظرات خودتون رو در مورد ویدیوها با ما در میون بذارید. خوشحال میشم که با لایک کردن این ویدیو به ما این انرژی و انگیزه رو بدید که براتون ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری درست کنیم. ولتتون همیشه پر از کریپتوهای مختلف. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.